درود فرمان خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم در ارتباط با بازی پلنت ویس آن دد صحبت‌های تکمیلی‌تری داشته باشیم. اصلا اینجا نگاه بکنید، الان یه دونه پی وی پی مود داریم، یه دونه پی وی ای مود داریم. پی وی ای مود الان هم چیزی هستش که ما بازی کردیم و جلو رفتیم. پی وی پی مود قرار هستش که تا آخر اکتبر فعال بشه، هنوز فعال نشده. البته روی گوشی من باز کردم دیدم که گویا نسخه بتاش الان فعال شده بود و خب شاید رو برخی از گوشی‌ها الانه، همه نه رو بعضی ها مثل اینکه این کار رو انجام دادم و فعال کردم. در حال حالا پی وی پی مود اصلا چی هستش توی این بازی؟ ببینید، ما الان میایم توی این بازی یه سری گلدون میذاریم، کشت و کار میکنیم، کارهای مختلف انجام میدیم تا در نهایت برسیم به چی؟ برسیم به این در واقع NFT ها. یعنی NFT هایی که اینجا شما توی بازی میبینید هر کدومشون یه کاری انجام میدن و یه حرکتی را انجام میدن که خب الانه خود بازی ساز اومده و در ارتباط با این بازی یک فیلمی را منتشر کرده که خب الانه ما این فیلم را با همدیگه میبینیم. ببینید، در واقع الانه یه دونه NFT اینجا گذاشته توی این نقطه و یه سری کاراکترهایی به سمت اون درخت مادر ما حمله میکنن. ببینید، این الانه NFT های ما هستن که خب NFT ها را شما خریداری میکنید، میذارید، یه الان یه دونه NFT گذاشتید اینجا. اینها دارن حمله میکنن به سمت این درخت مادر ما که باید اینها را ببینید خود این درخت مادره شلیک میکنه بهشون، یعنی شلیک میکنه و از جون اینا کم میکنه. اگه اینا برسن اینجا خب ما بازی رو میبازیم. در واقع الان NFT ما الان فعال نیست. ببینید دورش دونه پارچه کنه پیچش کردن پیچوندنش و نمیتونه کار بکنه. اینجا میبینید NFT که زنجیر شده. حالا میبینید جلوتر، ببینید الان NFT آزاد شده. الان این NFT که آزاد هستش، این هم شلیک میکنه، یعنی غیر از اینکه درخت مادر هم شلیک میکنه، این NFT هم داره شلیک میکنه. ببینید این NFT ها خب با هم دیگه فرق میکنه، یعنی قدرتشون و میزان شلیکی که انجام میدن و اینها با هم دیگه متفاوت هستش. خب شما بعدا وقتی بازی میکنی باید بدونی که مثلا NFT که چه قدرتی داره. مثلا بعضیشون دور رو میتونن خوب بزنن ولی انرژیشون کمه، خب اینا رو مثلا شما باید بذاری اینجا که بتونن از دور بزنن. بعضیا نه، شما باید بذاری اینجا مثلا که اینا بتونن از نزدیک بزنن. بعد لول به لول جلو میری که خب حالا اینا که حمله میکنن به قول معروف چه شکل لاچ پشت و اینجور چیزا هستن، اینا اگه بیان حمله بکنن از جون این درخت مادر شما کم بکنن، خب شما بازی رو میبازی. بعد هم ببینید همه این NFT ها لیول هاشون هم میاد بالاتر. مثلا الان این NFT تو لیول 1 داره شلیک میکنه و خب شما هر چقدر که الان جون هم اینجا هستی، الان جون درخت مادر ما مثلا 93%. خب دوستان نگاه کنید اینجا را، این عکس این برگه رو میدید اینجا، این پی ویو هم میده داخل بازی، یعنی حالا غیر از اینکه الی به شما میده به صورت مستقیم، پی ویو هم داره میده. الان این پی ویو دو دهم شد 8 دهم و خب الان میریم به ویو بعدی. دوره ویو بعدی که میریم، حالا من اینجا اینا رو میزنیم جلو، یعنی الان دوره پی ویو ما صفر شد، مثلا برداشت شد ازش، مثلا میتونیم با هم پی ویو دوره جون بخریم، کارهای دیگه اینجوری انجام بدیم تا اینا دوره حرکتشون رو انجام بدن. یعنی NFT هامون فرق میکنه، مختلفن و خب اینطوری الیای بیشتری شما میتونید کسب بکنید. یعنی حالا غیر از اینکه شما اون کشت و کارها رو انجام میدادید و ال ای می گرفتید در طول شبانه روز، که فعلا بازی انجام نشده، بازی اصلی اینجا هستش. یعنی وقتی که اینها به شما حمله میکنند و شما واسه چیکار بکنید، به قول معروف یه جورایی با اینها بجنگید و حالا ال ای و پی وی او بگیرید و برید لول های بعد. بعد خب اگه به بازی چی میشه، به بازی مثلا تا 24 ساعت نمیتونید بازی کنید، یا اینکه باید برید حالا مثلا خرید بکنید و یا اینکه بتونید بازی ادامه بدید، یا اینکه باید صرف کنید تا 24 ساعت. اگر ببریدات که بهتون الیا میده و یا پی ویو هم که مستقیم داره اینجا میده توی دمو بازی که میبینید به چه صورتیه دیگه. الان مدام داره این الیای مختلف، این NFT های مختلف را اینجا نشون میده که شما مثلا کدوم NFT ها رو بگیری چه کارهایی میتونن براتون انجام بدن، که حالا وقتی پولاتون رسید به خرید NFT ها زیاد شد، این الیاتون زیاد شد، که شما برای اینکه هر NFT بگیرید بایستی 100 تا از اون قنچه ها داشته باشین، قنچه کوچولو ها بوده، 100 تا دونه از اونها باید داشته باشین تا یه دونه NFT دونه بهتون بده، بتونید دونه تو بکنید و یه NFT داشته باشید.
که خب اگر بخوای اینجوری پیش بره حدود یک ماه طول میکشه. ببین اینجا این الانه NFT های مختلف. بعد حالا یاد کنین اینجا مثلا 6 تا NFT ما گذاشتیم. خب 6 تا NFT الانه قدرتشون خیلی زیاده دیگه. این طول بیاین بالا و NFT های بیشتری داشته باشید خیلی راحت هم میتونید اینا رو بکشید. ببینین الانه 3 تا NFT همزمان با هم دیگه دارن شلیک میکنن و خیلی سریعتر این کشته میشه. ببینین دیگه اصلا از اونجا خیلی مجال جلو اومدن بهش ندادن. باید تعدادشون بیشتر بشه باز همینجور اینا کشته میشن. که ببینین الان مثلا پی بی یو ما شد 1.2 پی بی یو. الان پی بی یو مثلا تقریبا 8 دلار شده الان. البته احتمال داره قیمتش مجددا بره بالا. بازی که را بیفته احتمال داره که قیمت پی بی یو بره بالا. بازی که همه بیان ان اف تی بخرن و دوره پی بی یو رو بخرن و ببرن بالا که خب آخر اکتبر اعلام شده. الان نگاه کنید اینها الان با 5 تا مثلا ان اف تی اینجا بخواد بجنگه. خب مثلا ببین الان پی وی ما 2 بعد شد 2.3 الان لیزر اینا دوره زد. ببینید 5 تا NFT داریم تازه یه دونه اونجا بسته است. 2.3 شد. ببینید 2.7 شد. 2.9 شد. خب الان مثلا تو همین چند دقیقه یه شخصی داره اینجا بازی میکنه تقریبا 3 تا پی ویو گرفته مثلا $3 اینجا دریافت کرده. خب پس بازی اصلیستان به این صورته و وقتی که بازی را بیفته یعنی آخر اکتبر که اعلام کردن الان چه خب بگم نسخه بتاشو اعلام کرده بود اومده احتمال داره که قیمت ها بیاد بالا و خب شما تا اون موقع اگه که الیا تو زیاد شد من الان تقریبا 6500 تا الی دارم. 10000 تا الی که بشه من یه دونه NFT میتونم بذارم. البته اگه که قیمت پی ویو بیاد پایین تا هفته ها من اشتباه کردم نخریدیم دورو 8 تا بیاد مثلا تا نیم بیاد خیلی مناسب میشه فکر کنم. اگر مثلا پی ویو بشه نیم دلار ما بیایم و چون NFT هایی که تو بازی هستن مثلا 10 15 تا پی ویو میخوای تا یه NFT بخری بعد اونجا قیمتش کم میشه دیگه مثلا 4 5 دلار باید بدی تا یه دونه NFT بهت بدن. یه NFT هم خودمون جمع کردیم بازی که شروع میکنیم هم پی ویو بهمون میده بعد دیگه اونجا میتونیم سریعا بفروشیم دیگه. هم اونجا ال ای آر که گذاشتیم خب ال ای آر که میگیریم ما میتونیم به پی ویو تبدیل کنیم و بفروشیم. یعنی از دو طریق میتونیم درآمد کسب کنیم از بازی. امیدوارم که خب زودتر به اون مرحله هم برسیم. ولی خب چیزی که الان ارائه شده رو من خدمتتون نشون دادم که ببینید بازی اصلی در حال جنگ و گریز به این صورت هستش که والا اگر که مورد استقبال افراد قرار بگیره این بازی خب قطعا قیمت پی ویو هم بیاد بالا. دیگه باید صبر کنیم تا آخر اکتبر ببینیم که به قولشون وفا میکنن یا نه. فعلا که این دمو رو داریم و نسخه بتا برای برخی از افراد فعال شده که میتونید برید پی وی پی رو با گوشیتون رو نسخه بتا اگه بهتون دانلود داد دانلود بکنید و فعلا ببینید که به تاش چی هست. من خودم این کار نکردم واقعاش فقط دمو رو به این صورت دیدم ولی خب واقعا همیشه منتظر کامنت های خوب شما عزیزان هستم. خدا نگهدار.